توی این ویدیو بهتون تمام هزینه های رشته ای معماری رو میگم پس تا آخر ویدیو حتما حتما با همراه باشین سلام هم شما من علی رزام اینجا پس از گذشته مدت ها همچنان ویدار تو و خیلی خیلی خوش به این ویدیو توی این ویدیو تصمیم گرفتم تمام هزینه هایی که شما لازم هست توی رشته ای معماری تقبل بکنید رو بهتون بگم که چی هست. که اگر وارد این رشته نشدید میخواید تحصیلات اکادمیک داشته باشید به اصطلاح و وارد این رشته بشید یه سری آشنایی های اولیه با این هزینه هاش داشته باشید کلا یه بگم که رشته معماری بین بقیه رشته های دانشگاهی تو دانشگاه آزاد شهریش از بقیه رشته ها بیشتره یعنی اصلا همون اول خودتون اینو متوجه میشید رشته رشته گرونیه به نسبت مثلا این رشته مثل حسابداری شما خرج خیلی بیشتری قرار رو بکنی پس خودتون رو آماده کنید قبلش کل یه چیزی بگم اگه دنبال خرج کردن هزینه کردن نیستید بهتر سمت این رشته نیایید چون اینجور خودتون اذیت میشید بحث یه ترم و دو ترم هم نیست تا آخرش قرار خرج کنی هیچ وقت دست از, از خرج کردن بر نمیداری. پس بیوقفه بدون اینکه وقتتون رو بگیرم بریم سراغ وسایلی که قرار تهیه بکنید و خرجی که قرار انجام بدید فقط قبلش چنل یوتیوب ما رو شما که این همه خرج میکنید یه ساب هم اینجا خرج بکنید چی میشه که خرج اینا رایگانه فقط کافیه ساب بزنید سابسکرایب بکنید چنل از ویدیو خوشت اومد لایک بزنید نظرتون هم برام داخل کامنت ها بنویسید و سایت دانلود آبجکت ویدارتون رو به هیچ عنوان فراموش نکنید هر گونه آبجکت تکسچر صحنه آماده که نیاز داشته باشید رو میتونید از سایت ما دانلود بکنید و استفاده بکنید و در نهایت اینکه حالا دوره مکسوبی رو ما به صورت رایگان داخل چنل ما قرار دادیم اگر میخواید سطح رندراتون کیفیت رندراتون چندین برابر بهتر بشه میتونید دوره متریال آرتیست رو از سایت ما تهیه بکنید تا کیفیت کارتون چندین پله افزایش پیدا بکنه دیگه بیشتر از این وقت نمیگیرم بریم سراغ هزینه هایی که شما قرار داخل رشته معماری انجام بدی توی ترم یک وسایل بسیار زیادی نیاز داریم. شما بگم اکثر خرد هزینه ایشه. قرار انجام بدی توی ترم یکته چون کلی وسیله قرار بخری کلی وسیله که شاید مثل من تا قبل از اینکه بیای ای وارد رشته معماری بشی حتی روح هم از وجودشون خبر نداشته باشه مثل اشل مثلا من اشل واقعا تا قبل از اینکه بیام معماری بخونم نمیدونستم چیه و انصافا یکی از چیزایی هم هستش که ما استادامون نداشتیم اشل فوش میدادن یعنی اصلا واسه مهم نبود تو اون روز یا اون شب قبلش چه اتفاقاتی برات افتاده مثلا میگه آقا استاد ماشینم چپ کردم من خودم فقط امروز یه جوری رسوندم اینجا همین کردم من اینجام خودش یه معجزه حالا تو به من فوش میدی که چرا اشل نیاوردم ولی واقعا مثلا یکی از چیزایی که خیلی لازم دارید اشل یکی از اولین چیزایی که شما بهش نیاز دارید تخت شاسی دوستان شما یه تخت شاسی آسه نیاز دارید که از ترم یک همراهتون باشه چون هر جلسه ای که کاغذ و وسایل طراحی مثل مداد و اتود و راپید و اینا همراهتون نباشه چک یا پسی رو حتما از استاد دریافت بکنید پس بهتر حتما حتما تخت شاسی رو اولین چیز تهیه بکنید دوم چیز راپید با زخامت های مختلف یک دهم ده هم، دو دهم ده هم، تا نه دهم ده و یک میل هستش که بهتر اکثریتش رو داشته باشید البته اگر با قضیه گلدون آشنایی داشته باشید میدونید که بچه همه شون می این مماری اینا همشون میدونن دیگه اینجور چیزا هر چقدر تعدادش بیشتر باشه شانس گلدون شدن هم برای شما افزایش پیدا میکنه مثلا من خودم یه یه ده داشتم یه سه ده هم یه هم چندین بار به یه دونه و پنج تا تغییر پیدا کرد یعنی گلدون میشد گلدون میکردم اتفاق بود که میافتاد ولی خلاصه میگم انتظار اینو داشته باشید که احتمال اینکه باهاش خدافزی بکنید زیاد را پیداتون پس خیلی هم زیاد روی نکنید تو خریدش یکی دیگه از چیزهایی که خیلی نیاز دارید توی رشته معماری همون ترم اول مداد با زخامتهای مختلف مختلفه با نرمی به اصطلاح متفاوته که حالا خیلی نرم باشه خیلی زخیم باشه تو طراحی های مختلف ممکن ازش استفاده بکنی تاش باشه مثلا دوبه باشه چهارهاش باشه ایناش کامل نه لازمه که مداد با نرمی های مختلف رو داشته باشید مورد بعدی خطکش نقله گونیا پرگار و این جور چیزاست ایناتون باید کامل باشه ببینید شما وقتی میخوای بری معماری بخونی یه ست کامل لوازن تحریر رو خودت تهیه بکنی و هر چیزی رو که نداشته باشید دقیقا جلسه بعدش سر کلاس همون چیز رو استادت میخواد پس لازمه که همه اینا رو کامل تهیه بکنید و بعد برید سر کلاساتون علاوه بر این خط و نقال و اونیا و این و اینجور چیزها شما به خطکش تی نیاز دارید خط تی چیزی مثل شمشیر میمونه دوستان اینقدر که میتونی با زوایای مختلف خط کشی بکنی مورد بعد شابلونه مثلا یکی از چیزایی که خیلی نیازتون میشه حتما حتما باید داشته باشید شابلون چون احتمالا ترمیک که شما اتوکت بلد نیستی پلاناتو میخوای دستی بکشی البته که حالا ترمیک یک خیلی هم نیاز نیست پلان بکشی ولی کلا شابلون نیازتون میشه علاوه بر اون اشلو که گفتم لازمه داشته باشید مداد رنگی دوستان شاید فکر کنید مهد کودک ولی اینطور نیست واقعا شما توی سن 19 سالگی در اون فوان ورود به سن 20 سالگی دو دهه از زندگیت گذشته و باید بریم مداد رنگی تهیه بکنی برای اینکه سر کلاس ها حضور داشته باشی و اساتی تمرین هایی که میدن رو بتونی انجام بدی علاوه بر اون چیزایی مثل مداد چمی و اینا هم شاید لازم بشه من به شخصه این افتخار داشتم که مداد چمی نخرم ولی ممکنه استادتون ازتون بخواد هیچ بعید نیست هر استادی واقعا یک سری اخلاقای خاص داره پاک کن و ترهاش و اینجور چیز هم که قطعا لازمه داشته باشید علاوه بر اون تمام این محتویات رو داخل یک کیفی قرار بذارید که مثل ما ممکنه تا به حال قبل از اون این کیف رو ندیده باشید اون کیف چیزی نیست بغیر از آرشیو دوستان شما تمام این محتویات رو باید داخل یک وسیله به اسم آرشیو بذارید البته که تمام این محتویات رو بذارید داخلش صرفا تخت شاسی و کاغذ رو داخلش بذارید وگرنه یعنی فرمش به هم میخوره که یک کیف بسیار عظیمی هست حمل و نقلتون واقعا دچار مشکل میشه بعد از خرید آرشیف و کاغذ که یکی از واقعا بورت هایی که دوستان من کردن این بود که همون ترمه یک رفتن یه کاغذ آسیه بسته کاغذ آسه کالک پوستی و امثال هم رو خریدن و تا آخر دانشگاه دیگه نرفتن کاغذ بخرن چون هر روزی که میگذره کاغذ قیمتش دلار انگار جابجا جا میشه دیگه قیمتش یعنی ساعت اون هر ساعتی که میگذره قیمتش میره بالا اینم از این اینا تمام هزینه هایی که شما لازمه توی ترم یک انجام بدید یعنی هر چیزی که من گفتم فقط واسه ترم یک بود ما هفت ترم دیگه داریم تا این رشته رو تموم بکنیم نه بشوقی چند تا ترم آخر دیگه هزینه ای نداره هزینهش میشه هم شهری دانشگاه ولی انصافا خیلی رشته هزینه بریم سراغ ترم دو ترم دو یک قولی وارد میشه به اسم راندو شما اینجا نیازه که اون اسکچ هایی که میزنید رو راندو بکنید برای راندو کردن به یک چیزی نیاز دارید به اسم ماژیک راندو ماژیک راندو تو مدل داری مثلا زمان ما کیو کالر بود و تاچ خیلی استفاده میکردن که اون موقعش من یادم گرون بود هر یه که میخواستی بخری الان نمیدونم قیمتش چنده ولی بدبختش اینجاست که با یکی دوتا کارتون را نمیفته و حداقل باید یه 7 8 رو داشته باشید بستگی به اون کیفیتی که میخواید راندهاتون داشته باشه هر چقدر تعداد بیشتری داشته باشید از این ماژیک ها بهتره قیمت حالا یه دونه شو براتون میذارم اینجاست هم تاچ و هم کیوکالر رو الان واقعا هیچ ذهنیتی ندارم که قیمت هاش چقدره ولی میدونم که بیشتر از در پونزه تا خیلی بچه ها نمی چون خیلی براشون صرف اقتصادی نداشته صرفا رنگایی که لازمه رو بهتره که بخرید و علاوه بر ماژیک بستگی باز میگم به استادتون داره که تا چه حد میخواد پاش رو فرا بذاره و بهتون راندو یاد بده بعضی از استادا راندو با گواش راندو با آبرنگ و راندو با انواع مثلا مثل ویترای انواع اقسام <applause> وسیله های مختلف رو حتما حتما اصرار دارن که بهتون آموزش بدن و تمام اینها رو پس بنابراین باید تهیه بکنید اگر استادتون میخواد ما به شخص یه سری مجبور شدیم تهیه بکنیم و در نهایت وسایلی مثل مقوا مثل فوم برد، مثل فوم مثل چسب یک دو سه چسب ماتیکی چسب حرارتی کاتر و غیره رو هم حتما حتما باید برای ساخت ماکت هاتون تهیه بکنید البته یک سری از این چیزها توی ترم یک و تهیه بشه مثل کاتر و چسب و مقوا این جور چیزا دارم تو سیچوئشنال اینجوریه که همیشه نیاز داشته باشید ولی اکثر اوقات نیازتون میشه و لازمه که تهیه بکنید اینم از ترم دو توی ترم سه دیگه خرجاتون خوردریزه مثلا این مقوا خریدن و چسب خریدن و چیزی که مثلا واسه یه مثلا یه چوبایی بود چوب چی بهش میگفتن خود یادم نمیاد یه سری چوبایی بود واسه ماکت سازی بود مثلا از اونا ممکنه نیاز داشته باشید بخرید واسه ساخت کلا وسایل ساخت ماکت و از ترم سه به بعد بهتره که بهتره که یعنی باید بخرید و اما از ترم همون سه و چهار میفهمیم که تمام هزینه هایی که تا به الان کردیم یک شوخی بچگانه بیشتر نبوده و اینا هیچ کدومشون اصلا هزینه به حساب نمیاد اگه تا الان اینها واسه تون هزینه کردنش مشکل بوده بهتره که همینجا ویدیو رو ببندید چون بعد از این اصلا از شنیدن حرفم خوشحال نمیشید چون از ترم سه و حتی زودتر باید به فکر خرید یک لپتاپ یک لپتاپ ترجیحا قدرتمند که بتونه نرم افزارهای طراحی رو ساپورت بکنه با باشید که الان فکر کنم یه لپتاپ معمولی که بتونه کار بچه‌ها رو راه بندازه و دستشون رو مثلا تا حداقل آخر دوره کارشناسی لنگ نذاره چل پنجا تومن قیمتش باشه جدی دارم میگم حالا یا میتونید سیستم تهیه بکنید البته که خب توی رشته مموری چون هی لازم داری که لپتاپ ببری و بیاری سر کلاس سیستم داشته باشی اینو بهتر لپتاپ تهیه بکنید پس اگه لپتاپ دارید حالا میتونید به فکر تهیه سیستم باشید چون معمولا سیستماتون فکر نکنم جوجوش البته الان بچه ها انقدر گیم و اینا میزنن که سیستماشون معمولا همه اوکیه فقط یه لپتاپ چت لازم داشته باشن که کاراشونو ببرن به استاد اینا نشون بدم ولی کلا یک سیستم یا یک لپتاپ مناسب رو شما لازمه که دیگه توی ترم سه و اینا بخری که یک هزینه خیلی زیادی رو هم روی دستتون میذاره ولی دیگه بعد از این کلا چون اکثر کاراتون نرم افزاری میشه به غیر از اینکه مثلا ممکن آخر ترم واسه جوجمان استادتون یه ماکتی چیزی ازتون بخواد دیگه هزینه به اون صورت توی این رشته ندارید و همینا میشه هزینه های اصلی رشته معماری که علاوه بر این میشه شهریه دانشگاهتون که میدید که ماشاءالله هر سالم داره شهریه ها افزایش پیدا میکنه این بود در کل هزینه هایی که شما لازم داخل رشته معماری انجام بدی اگه جایش اشتباه گفتم یه چیزهایی اضافه شده به این داستان ها این قبیل حتما حتما برام تو کامنت بنویسید اگه ویدیو خوشتون اومد لایک بزنید و نظرتون رو که گفتم کانالمون رو اگه ساب نکردید حتما حتما ساب کنید ممنونم که تا اینجا ویدیو من همراه بودید تا ویدیو دیگه شما رو خدای بزرگ و خدا نگهدار